ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران و بازاریان، اعتراض در شادگان و مریوان. آخوند علم الهدا: امروز اگر ضربه هایی بر انقلاب وارد شود از داخل است. رانندگان کامیون روز چهارشنبه 17 روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. کامیونداران از جمله در بندر موسوم به خمینی و مرز پرویزخان و شهرهای گرگان، زنجان، سیرجان، شیراز، فاروق، کازرون، مرودشت، میرجاوه، یزد، تهران و بندر عباس به اعتصاب خود ادامه دادند. ساعت 7 صبح هم بدونی جاده کمربندی خلوتی. من از بندر عباس با شما حرف میزنم. با سلام خدمت همه عزیزان، اینجا پایانه مرزی پرویزخانه که تمام کامیون ها نزدیک 5 روز اینجا خوابیدن. میگی بابار و این وضعیت پایانه است. این اعتصاب تا کنون در 65 شهر و در 24 استان از 31 استان کشور گسترش یافته است. کسبه و بازاریان ملارد روز چهارشنبه به اعتصاب سراسری پیوستند و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند. طی 3 روز گذشته کسبه و بازاریان در برخی از شهرها از جمله تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرمان، نورآباد لرستان، بابل، گرگان، سقز و بانه در اعتراض به گرانی و تورم افزار گسیخته از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند. این اعتصاب تا کنون در 20 شهر و بازار در 11 استان از 31 استان کشور گسترش یافته است. جمعی از کارگران خدماتی شهرداری شادگان روز چهارشنبه برای 2 روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. دانش آموزان یکی از مدارس روستاهای مریوان روز چهارشنبه نسبت به نبودن امکانات ضروری و به طور خاص وسایل گرمایشی اعتراض کردند. دانش آموزان دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ما سردمان است. آخوند علم الهدا عضو خبرگان ارتجا به درگیری های باندی اعتراف کرد و گفت: امروز اگر ضربه هایی بر انقلاب وارد شود و انحرافاتی پیدا شود از بیرون نظام نیست، بلکه از داخل جریانات سیاسی همین مردم و از داخل کشور است. جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت: واشنگتن می‌خواهد تمرکز خود را بر فشار مالی بر رژیم ایران و مقابله با مداخلات این رژیم در سوریه، یمن، عراق و هر جا که این رژیم از نفوذ گسترده سود می‌برد قرار دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جیمز جفری به خبرنگاران گفت: توافق اتمی با رژیم ایران بر رفتار این رژیم تأثیر بدی گذاشته و بحران آفرینی آن را سرعت بخشیده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت کشورهای اروپایی برای تضمین دفاع از خود باید یک نیروی نظامی مشترک تشکیل دهند. وی که برای گرامی داشت 100مین سالگرد نبرد وردون در جریان جنگ جهانی اول در شمال فرانسه به سر می برد، در توجیه ضرورت تشکیل این ارتش گفت: در برابر روسیه که با ما هم مرز است و نشان داده که می تواند یک تهدید باشد، باید اروپایی داشته باشیم که به تنهایی و بدون وابستگی به آمریکا قادر به دفاع از خود باشد. And even the United States. It will be very interesting to see what his Russian and American counterparts have to say about those plans. به دنبال بارش باران در منطقه کمپلو در اهواز، آب گرفتگی شدید ایجاد شد که مشکلات جدی برای مردم در عبور و مرور ایجاد کرد. بارندگی در اهواز و آب جمع شدن در سطح خیابان اصلی. اینجا اهواز منطقه کمپلو. به دلیل بارندگی و آب گرفتگی در خیابان‌ها و راه‌ها، مدارس شهرهای بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان،
و دشت آزادگان تعطیل شد. وضعیت عبور و مرور در شهر سوسنگرد مختل و کارمندان برای رفتن به سر کار با مشکل مواجه شدند.